پور رئیس بخش روزنامه نگاری و ارتباطات دانشگاه کارولینای شمالی هم از همین ایالت آمریکا با ما هستند. آقای کمالی پور خیلی خوش آمدید به برنامه. در ایران حکومت بر اینترنت کنترل داره، جامعه هم این رو میدونه. آیا این واقعیت شرایط رو در ایران برای تلویزیون متفاوت میکنه؟ با درود و سلام، اجازه بدید من 15 سالگرد تلویزیون بی بی سی رو به شما و هموطنان عزیز و فارسی زبانان تبریک بگم. یک نکته مهم در رابطه با این چالش ها اینه که اصطلاح در انگلیسی هست که میگه که همه چیز تغییر میکند به غیر از تغییر. Everything changes except change. در حال این رسانه‌های سنتی چالش‌های زیادی رو پشت سر هم گذاشتن و چالش‌های زیادی در پیش دارن. در حال رسانه‌های جمعی همراه با تلویزیون‌های به خارج از ایران نقش بسیار اساسی و مهمی در راستای اطلاع رسانی انجام میدن و همونطور که شما میدونید رسانه‌ای که بتونه در طول یه مدت بخصوص اعتماد و این اساسی اعتماد مخاطبین رو به خودش جلب بکنه میتونه ماندگار و پایدار باشه. بعد یه نکته دیگه هم، چون وقتمون کوتاهه، من بیادم هست که موقعی که در راور کرمان من به بی بی سی، به رادیوی بی بی سی گوش میکردم که بعد از 82 سال تعطیل شد و بعد تلویزیون و تمام مراحل و تاریخ رادیو و تلویزیون رو من به چشم خودم دیدم و متاسفانه در ایران به خاطر به اصطلاح سانسوری که وجود داره، خب مردم نهایتاً رو میارن به رسانه هایی که به اصطلاح قابل اعتماد باشن و بی بی سی در این رابطه نقش خیلی مهمی رو ایفا کرده. خب آقای کمالی پور، شما اشاره کردید که اعتماد خیلی مهمه. مثلا در همون آمریکا ما میدونیم ادعای شبکه مثل فاکس نیوز اینه که ما مورد اعتماد هستیم به خاطر اینکه شمار مخاطبانمون از مثلا بسیاری از رقبامون بیشتره، ولی مثلا بعضی از رسانه‌های جریان اصلی هستن که میگن ما به خاطر اینکه دقیق‌تر هستیم، منصفانه تر خبر رسانی میکنیم، بنابراین ما مورد اعتماد هستیم. چطور میشه فهمید که واقعا کدوم رسانه یا جریان خبری واقعا مورد اعتماده؟ خب ببینید، در آمریکا تنوع رسانه ها و تعداد رسانه ها بسیار بسیار زیاده. یکی از مشکلاتی که مخاطبین امروز با اون روبرو هستن این انفجار اطلاعات هست. این حجم اطلاعات اونقدر زیاد هست که برای مخاطبین بسیار مشکله که تشخیص بدن چه اخباری درسته چه اخباری نادرست هست. و شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا خب مخاطبین خودشونو دارن، ولی در این حال دسترسی به شبکه‌های دیگه و رسانه‌های جمعی دارن. این که نیست که یک دست همه رسانه‌ها یک خبر رو، یک پیام رو انتقال بدن به مخاطبین. و این تنوع خودش یک حسن خوبی است. در فضای